بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شام نهم ربیع سال روز آغاز امامت بقیت الله العظم ارواحنا فداه برای سلامتی آن وجود مقدس و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنیم. یکی از واژه‌هایی که در روایات ما زیاد روش تأکید شده، در زیارتنامه ائمه هم اظهار می‌کنیم، بحث محبت و دوستی نسبت به اهل بیت است. شما در همین زیارت امین الله، اول زیارت امین الله 13 حاجت از خدا می‌خواهید. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. یکی از اون حاجتهایی که زیارت امین الله از خدا میخواید، محبتن لصفوت اولیائک، یعنی خدایا ما رو دوستدار اولیاء خودت، اولیاء برگزیده که منظور انبیا و ائمه و اصحابشون هستن میباشد، میگیم قرار بده محبن لصفوت اولیائه. منتها محبت اهل بیت یه درجاتی داره، یه آثاری داره. بحث امشب من روی درجات محبت اهل بیت و آثار محبت اهل بیت هست. اگر کسی نسبت به اهل بیت، نسبت به امام زمان ارواح و نافدا محبت داره، چگونه است، در چه رتبه‌ایه و چه آثاری تو زندگیش باید داشته باشه. نسبت به بحث اول یعنی درجات محبت، یه روایتی داریم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، خیلی روایت زیبایی است. فرمود مردم در محبت ما 3 هستند، 3 دارن، 3 دارن. حالا این 3 رو من عرض میکنم، انشاءالله ما جزو درجه 3 باشیم. 1، طبقتون یحبونا فی العلانیه ولم یحبونا فی السر فالسنتهم معنا و سیوفهم علینا. یه عده‌ای تو جمع ما رو دوست دارن، به زبان ما رو دوست دارن، اما به عمل در مخفی در خانه، اونجایی که باید این محبت درونی باشه، درونی نیست، فقط محبت بیرونی است، محبت شعاری است، محبت شعوری نیست، محبت احساسی است، فقط ما رو به زبانشون دوست دارن. فالسنتهم معنا. خب ما زیاد داشتیم از این جور افراد تو تاریخ که اظهار محبت به اهل بیت میکردن به زبانی، اما یاری نمیکردن، کمک نمیکردن، قلبی نبود. عبدالله ابن عمر وقتی امام حسین علیه السلام دعوتش کرد برای کربلا، گفت آقا من شما رو دوست دارم، حتی سینه امام حسین رو بوسید، گفت اینجا بوسگاه پیغمبره. اما وقتی آقا دعوتش کرد فرمود منو یاری کن، گفت نه، من از یاری کردن معذورم. اینا کسانی هستند که محبت زبانی دارند اما محبت قلبی و درونی نداره. السنتهم، زبانش با ماست اما عملش، یاریش با ما نیست. یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام اسماعیل هست.
البته ایشون آدم خوبی بوده، قبرش هم تو قبرستان بقیه، همین کسی که اسماعیلیه ایشون رو امام میدونن. ایشون یه پسری داره به نام محمد ابن اسماعیل، این پسر نوه امام صادق میشه، یعنی موسی ابن جعفر علیه السلام پدر آقا علی ابن موسی رضا عموشه، در واقع پسر عموی امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام. این با طاغوتیا همکاری میکرد، با دستگاه هارون الرشید. یه وقتی داشت میرفت بغداد، آمد خدمت عموش موسی ابن جعفر خداحافظی کنه، بعد به آقا عرض کرد آقا اگر سفارشی نکته اظهار محبت کرد. آقا بهش فرمود حالا که داری میری بغداد در قتل ما شرکت نکن. ببینید، در قتل ما شرکت نکن، اگه در قتل ما شرکت کردی عاقبت خوبی نداره. گفت نه عمو جان، این حرفاتیه، من و قتل شما، من و عرض میکنم شرکت در خون شما. آقا دو سه مرتبه بهش تأکید کرد، یه پولی هم بهش داد، یه مبلغ خوبی هم بهش داد که مشکلات زندگیش حل بشه. همینطور که میرفت آقا به اطرافیانش فرمود این داره میره ولی در خون من شرکت میکنه. همین کارم کرد، اومد پیش هارون الرشید علیه موسی بن جعفر صحبت کرد، هارون رو تحریک کرد و هارون الرشید دستور دستگیری موسی بن جعفر علیه السلام رو داد. یه جایزه و پول خوبی هم به این محمد ابن اسماعیل داد، منتها نتونست استفاده کنه، یه درهمش هم نتونست استفاده کنه، خفه شد از دنیا رفت، به درک واصل شد، پولا رو هم نتونست، چون خیش بود مچشو زود گرفتن، زود قبل از اینکه موسی ابن جعفر به شهادت برسه این آدم، این محمد ابن اسماعیل به درک واصل شد. ببین زبانش با امام اظهار محبت میکنه، امام کاظم عموشه، اما در خفا کار دیگری انجام میده، علیه امام صحبت میکنه. این محبت فایده نداره. قسم دوم، امام صادق فرمودن طبقتون یحبونا فی السر، یک گروهی هستن که اینها تو دلشون ما رو دوست دارن، دلشون با ماست، واقعا ما رو دوست دارن، ولم یحبونا فی العلانیه، ولی حاضر نیستن هزینه کنن، حاضر نیستن این محبت رو اظهار کنند. و اولیا محبت رو اظهار میکردن، تو دلشون دوست نداشتن، این دومیا محبت رو تو دلشون دارن، اما همونی که فرزدق به امام حسین فرمود وقتی از کوفه میامد با امام حسین ملاقات کرد، آقا فرمود کوفه چه خبر؟ گفت آقا قلوبهم معک، قلباشون با شماست، شما رو دوست دارن، اما سیوفهم علیک، شمشیرشون علیه شماست. ببینید قلوبهم معک، لذا طبری نقل کرده از روز عاشورا بعضی از این لشکریان امام سعد، از این شیوخ کوفه برای پیروزی امام حسین دعا میکردن، یعنی خودش این جربزه رو نداره بیاد امام رو یاری کنه، تو لشکر عمر سعده ولی دلش با امام حسینه. میگه بعضی از لشکریان دعا میکردن برای پیروزی ابی عبدالله. خب اینم دو دسته، این دسته محبت هم فایده نداره. حبیب ابن مظاهر میگه من روز عاشورا جلوی خیمه نشسته بودم، عذر میخوام، روز عاشورا نه، قبل از عاشورا، حالا تاسوعا بوده یا روز قبلش بوده، ایام محرم، یه وقت دیدم یه کسی داره میاد به طرف خیمگاه امام حسین. آقا ابی عبدالله ایستاده بود، فرمود حبیب این آقا رو میشناسی که داره از طرف لشکر عمر سعد میاد به طرف ما؟ یه مقداری دقت کردم، گفتم بله آقا میشناسمش، اسمش کثیره، کثیر با سه سه نقطه، آدم خوبیه، لا اعرفه الا بخیر، تا اونجایی که من میشناسمش تو کوفه آدم بدی نیست، تعجب میکنم این تو لشکر عمر سعد چه کار میکنه، آدم خوبیه. اومد تا رسید مقابل حبیب ابن مظاهر، آقا امام حسین رفت تو خیمه، به حبیب عرض کرد من از طرف عمر سعد یه پیغامی برای امام حسین دارم، مادم با آقا صحبت کن. حبیب گفت مانعی نداره، شمشیرتو بگذار برو با آقا صحبت کن. شمشیرشو گذاشت، با ادب رفت داخل خیمه، پیغامو رسوند، اومد بیرون.
وقتی آمد بیرون، حبیب ابن مظاهر میگد که من بهش گفتم که حالا که تا اینجا آمدی دیگه بر نگرد، آیا امام حسین رو یاری کن، من که تو رو میشناسم، تو سابقت خوبه. گفت حالا برم فکرامو بکنم، پیغامو برسونم به عمر سعد. رفت و دیگه نیامد. ببینید محبت درونی هست اما محبت همکاری و بیرونی نیست. بعضیا زبانی دارن درونی ندارن، بعضیا درونی دارن عملی ندارن. اما دسته سوم، امام صادق فرمود طبقتون یحبونا فی السر والعلانیه، یه عده ما رو دوست دارن هم آشکار هم مخفی. اینطور نیست که تو مخفی گناه بکنه تو جلو مردم احتیاط بکنه، تو مخفی معصیت بکنه جلو مردم عرض میکنم که مراعات بکنه، هم سر و هم علانیه هم آشکار. فرمود اینا از ما هستن، اینا با ما هستن. محبت این گونه، محبتی که بازدارنده است. این درجات سگانه محبت که من برای شما عرض کردم، این سومی مهمه، ارزش داره. ولذا در یه روایتی که در پایان تحف العقول هست، اونم از امام صادق، خیلی روایت عجیبیه، امام صادق فرمود بعضیا امام زمان رو برای دنیاشون میخوان. همینا از ما نیستن. شما عزیزان میگید انشالله امام زمان بیاد اصلاح ایجاد کنه، دین مردم درست بشه، فساد از بین بره، عرض میکنم که حجاب تو جامعه بیاد، عدالت تو جامعه، این خوبه. اما فهمود بعضیا امام زمان رو برای ارزاقشون میخوان، برای دنیاشون میخوان. فرمود اینها از ما نیستن که دنیاشون رو میخوان با اصلاح بشه با امام زمان. این محبت، محبت حقیقی نیست، درد دین ندارند. برادران عزیز، خواهران گرامی، زائران امام رضا، این محبت رو از خدا بخوای، محبت فی السر والعلانیه، محبت آشکار و مخفی، محبت قلبی و محبت در واقع عملی، محبت بیرونی و درونی. یه وقتی آقا امام باقر علیه السلام نشسته بودن، آقایی از در وارد شد، ایشون پیرمردی بود، پیرمرد با صفایی بود، مؤمنی بود. تو روایات داریم خداوند گاهی تو جامعه به خاطر پیرمردهای مؤمن به جوانها و بعضی افرادی که به هر حال احتیاط نمی کنن، گناه می کنن، رحم می کنن. توی محلهی، توی جامعهی، تو روایات داریم گاهی بعضی از افراد مسن مؤمن متدین، خدا به خاطر اونا به کل اون محله و جامعه رحم می کنه. این پیرمرد مؤمن متدین در حالی که وضو گرفته بود، اومد مقابل امام باقر سلام کرد، گفت یبن رسول الله، با ادبم ایستاد، عقب ایستاد، گفت اجازه دارم من عقایدم رو برای شما بگم ببینید درسته یا نه. خب مرسوم بود در گذشته افراد خدمت معصوم میرسیدن، عقایدشون رو عرضه میکردن، دینشون و عباداتشون رو. حالا هم خوبه جوانا شبهه‌ای دارن، مشکلی دارن، از یه عالم بپرسن، با یه عالم در ارتباط باشن. حضرت عبدالعظیم حسنی خیلی مقام بالایی داره، اما با این حال میومد زانو میزد خدمت امام هادی، میگفت آقا من دینم رو برای شما تعریف کنم ببینید درسته یا نه. دین من اینه، شهادت و ان لا اله الا الله، اعتقاد به توحید دارم و ان محمدن صلی الله علیه و آله. رسول الله، اعتقاد به رسالت پیغمبر دارم، اقرار به امامت شما دارم، تسلیم امر شما هستم، نمازمو میخونم، زکاتمو میدم، خمسمو میدم. عرض میکنم که اهل، فرض میکنید که اعتقاد به شما، یکی یکی اینا رو بیان میکرد. بعد آقا فرمود والله هو دین الله، به خدا همین دینی که خدا گفته همیناست، مرحبا بک، بارک الله به تو، خوشحال میشد، پا میشد میرفت، میمدن تعریف میکنن. ما الان بعضی یه حمد و سوره سختشونه بشه یه عالم بخونن، یه عمر نمازشون غلطه، سختش آقا یه بار بیاد بشه یه عالم وضعیت مالیش روشن کنه. بابا خمس جز به واجباته، صد رقم بازی در میاره گیر این خمس فرار کنه، به خانومش میبخشه، باباش میبخشه، از اون کم میکنه. ببینید اینا رو خوب انسان ارتباط با عالم داشته باشه، اعتقاداتش، بحث مالیش،
بحث احکام دینیشو خیلی آقا متاسفانه من شما رو عرض نمی کنم، در مجموع عرض می کنم، خیلی بعضی ها تو احکام توی شناخت رساله ضعیفن. میبینی انواع و اقسام بازی های رایانه‌ای رو این جوان بلد، اما دوتا مسئله شرعی بلد نیست. آقایون خواهرها تو خونتون یه رساله باشه، شبی دوتا سه تا مسئله بخوانید. بعضی افراد، من یه وقت بیمارستان یا آقایی بودم متدینی هم بود، مؤمنی هم بود، این عمل کرده بود و تخت خوابیده بود، خب بدنش خونی بود، ما رفتیم دیدنش، گفتم نماز چه کار میکنم؟ من نماز نمیخونم، بدنم خونیه، نجسه، رو تختم. اه بابا، نماز عبادتیه که در حال غرق شدنم ساقط نمیشه، داری غرق میشی. میگه با چشم ابرود یه الله اکبر و یه السلام علیکم بگو به چشم ابرود، اصلا یه اشاره کن، یه الله اکبر بگو، زیر آب رفتی غرق شدی. نماز اینقدر نماز مهمه، نماز در هیچ حالی ترک نمیشه. بعد لذا الان یکی از کارهای خوبی که معاونت تبلیغ حوزه علمی قم کرده، که دیر کرده، زودتر از این باید این کارو میکردن، مبلغ به بیمارستانا فرستادن. بابایی که اتاق عمل میاد بیرون قلب عمل کرده، خب باشه، دکتر میگه تکون نخور، چشم ابرو که میتونه رکوع و سجده کنه، یادش بده، حتی اگر حمد و سوره اجازه نداره بخونه، تو قلبش که میتونه عبور بده. نماز تنها عبادت، یه همه عبادت ها ساقط میشه به یه شرایطی. روزه بر مریض نیست، حج بر ندار نیست، خمس بر فقیر نیست، زکات بر کسی که اموال مورد زکات نداره نیست، تمام عبادت ها، جهاد بر ناتوان نیست. تنها عبادتی که رو نیزه هم قطع نمیشه، به قول معروف عاشق عباس قمی میگه رو نیزه اگر کسی ها داره جان میده، عبادتیه که تعطیل نمیشه. اینا رو باید انسان مراجعه کنه، بپرسه، اطلاعات نسبت به احکام، نسبت به مبانی دینی. خیلی متاسفانه ما تو این قصه کوتاهی میکنیم. بسیاری از عزیزان ما گاهی مدارک بالا دارن اما یه دور ترجمه قرآن رو نخوندن. بابا این کتاب آسمانی، این دستورالعمل، این کتابی که هدن للناس، این کتابی که قرآن میگه آسونش کردیم همه بفهمن، یسرناه و آسونش کردیم، این کتابی که فقر او ما تیسره، هرچی میتونید بخونید. شما الان، من از همین جمعیتی که یه وقت من یه جایی بودم، حالا شما رو جسارت نمیکنم، جمعیتی نشسته بودن، البته خب میشد سوال کنی، اینجا الان نمیشه، جمعیت خیلی هم. مثلا حدود 500 نفر نشسته بود، من گفتم و زاریات زروا یعنی چی، یه نفر نتونست جواب بده. و زاریات زروا، یکی گفت آقا این تو قرآنه، گفتم خدا پدرتو بیامرزه، نه تو توراته، تو قرآنه، بسم الله الرحمن الرحیم و زاریات زروا یعنی چی؟ نمیدونم. کاری داره مگه؟ دو بار به ترجمه قرآن نگاه کنی یاد میگیری. ترجمه آیاتو خیلی همون بلد نیستیم، وقتم نمیذاریم. الان تفسیرای تو بازار اومده یک جلدی، یک جلد، مثلا خلاصه تفسیر المیزان یه جلد ترجمه فارسی. تفسیرای تو بازار اومده ترجمه و تفسیر با همه. خدا حفظ کنه آقای رسولی محلاتی، و یه وقتی من بیت رهبری خدمت ایشون بودم، یه جلد تفسیرش رو به من داد، قرآن رو ترجمه کرده با تفسیرش یک جلد. الان تفسیرها و ترجمه های یک جلدیه، یه خورده بیشترش خلاصه تفسیر نمونه، پنج جلد. وقتی نمیگیره، یک سال کسی از اول قرآن شروع کنه، شبی 10 تا 20 آیه یه دور ترجمه قرآن یاد گرفت. حالا دور نشم از بس، بالاخره این پیرمرد اومد خدمت امام باقر و گوه آقا میشه من بگم عقایدم چیه؟ آقا فرمود بگو. گوه آقا من 3 تا عقیده دارم، شما بگی اگه کافیه که هیچ، اگر نه بگو من چه کنم. 1، انی احبک و احب من یحبک، من شما رو دوست دارم، هر کسم شما رو دوست داره دوستش دارم، هر کم با شما بده من ازش بدم میاد، هم براعت دارم هم ولایت، هم تولی دارم هم تبری، چون تولی منهای تبری به درد نمیخوره. قرآن میفرماید تبری با تولی با همه. حالا این که میگن تولا و تبرا، این اشتباه لغتی است، صحیح تولی و تبری است.
قرآن میفرماید فمن یکفر به طاغوت این تبری و یؤمن بالله، اینا باید با هم باشه. شما رو دوست دارم، دوستداران شما رو هم دوست دارم، از دشمنای شما هم بدم میاد. این یک. دو، آقا من اوامر شما حلال خدا رو حلال میدونم، حرام خدا رو هم حرام میدونم. از خودم حلال حرام اختراع نمی کنم، بگم به ذهن بنده میرسد تو قرن بیستم شراب حلاله، نه، ذهن تو قرار نیست فتوا بده، شراب صراحت قرآنه که حرام. بنده به عقل خودم فکر میکنم سگ نجس نیست. شما چه کاره ای؟ تمام رساله ها نوشته، رساله ها هم از خودشون ننوشتن، از رو روایات پیغمبر نوشتن، از احادیث نوشتن. من فکر میکنم تو قرن بیستم حجاب دیگه لازم نیست. نه، شما چه، اگه قرار شه هر کسی خودش با فکر خودش دین رو تفسیر کنه، چیزی تای دین نمیمونه. آقا حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام. سوم، انتظار فرج میکشم. من منتظر فرجم، حالا هنوز امام زمان به دنیا نیامده، ولی موضوع انتظار تو احادیث پیغمبر مطرح بوده. آقا فرمود بیا جلو، اومد جلو، جلوی امام ایستاد. آقا امام باقر علیه السلام فرمود همین حرفای تو رو یک کسی به پدرم امام سجاد زد. بابام امام سجاد به او فرمود نه تنها کار درسته، بلکه موقع جان دادن رسول خدا رو میبینی، امیر المومنین رو میبینی، امام حسن و امام حسین رو میبینی، با آرامش جان میدی، ما کنارت میاییم، تو بهشت با مایی. انقدر این پیرمرده خوشحال شد، گفت آقا یه بار دیگه تکرار کنید. آقا یه بار دیگه تکرار کرد، گفت آقا میشه من یه خواهشی بکنم؟ این دست شما رو بگیرم بمالم به صورتم تبرکه. دست امام باقر رو گرفت به سر و صورتش کشید، همینطور عشق میریخت و میرفت. آقا پشت سر یه نگاهی به قد و بالای این پیرمرد کرد، به اصحابش فرمود هر کسی میخواد یه چهره بهشتی ببینه، این پیرمرد رو ببینه. من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل. این محبت اهل بیت. آقایون خواهرا، محبت ما به اهل بیت به خاطر خداست، محبت ما به اهل بیت به خاطر فضایلشونه، تعصب نیست. یه وقت یه بابای بچه‌شو دوست داره، ولی این بچه ناخلفه، میگه بچه‌م اولادمه. نه، محبت ما به اهل بیت. ببینید تو جنگ صفین یه کسی اومد خدمت امیر المومنین به نام عمرو بن حمق، گفت آقا اجازه میدی برم میدون؟ آقا برو. لباس پوشید، شمشیر رو گرفت، برگشت، گفت آقا یه چیزی بگم برم؟ بگو. گفت یا علی احب کل خمس، به پنج دلیل من شما رو دوست دارم. ببینید فهمو، احب بکل خمس، به پنج دلیل من شما را دوست دارم. یک، شما اول کسی هستی که اسلام آوردی. خب سابقه قرآن میگه هر که سابقش بیشتره محبوب تره، از سابقون از سابقون اولئک المقرب. دو، بیشترین جهاد رو تو اسلام شما داری. کی تو تاریخ به اندازه علی ابن ابی طالب جهاد کرد؟ بعضی از این اصحاب اصلا حضور نداشتن تو جنگ ها، حضور نداشتن، بعضی فرار کردن تو احد، خیلی از این کله گنده ها فرار کردن. آقا شما رو دوست دارم چون جهادت بالاتره. خدا میفرماید هر که جهادش بالاتره ترجیحش بدید. آیش چیه؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیم. سوم، جان پیغمبری. این همه آدم تو مدینه بود، تو مکه بود، پیغمبر من علی جان منه، عقد و اخوت با شما بس، انا و علیان من شجره واحده. چهارم، شوهر فاطمه زهرای. زهرا که کفی تو این عالم غیر از شما نداشته، همسر شما، زوجت بتول. و پنجم، ابوالحسنینی، دو تا آقازاده سید جوانان بهشت. پدر، ببینید نگفت آقا من دوستت دارم مثلا به خاطر شهرت، قیافت، درو درباستی، فرماندمی، نه. ببین چقدر قشنگ دوستی رو توضیح داد. علت دوستی من به شما
اسلام شما، جهاد شما، جان پیغمبر بودن، همسر زهرا بودن، ابوالحسنین بودن. آقا تشکر کرد ازش، رفت میدان. البته ایشون بعد از امیرالمومنین معاویه او رو کشت و شهید شد، سر از بدن جدا کردن، نه قبل. این محبت. خب بحثمو جمع کنم، یه حدیثی است من فقط در حد قرائت براتون میخونم، البته همش هم نمیخونم، یه بخششو. این حدیث در خصال مرحوم صدوق، خوب دقت کنید، این حدیث از رسول خداست. فرمود هر کسی محب اهل بیت باشه، خوب دقت کنید، اینو امشب یادگار از جا ببرید کنار حرم امام رضا، هر کسی محب اهل بیت باشه 20 تا صفت باید داشته باشه، 20 تا اثر تو زندگیش داره، 10 تاش مال آخرت. حالا اون 10 تای آخرتشو من نمیگم، چجور از صراط عبور میکنه، چجور وارد بهشت میشه، چنور کنار کوثر میاد. ببینید حدیث اینه، من رزقه الله حب اهل بیتی، هر که محبت اهل بیتو داشته باشه فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، خیر دنیا و آخرت داره. بعد فرمود فان فی حب اهل بیتی 20 خصله، محبت اهل بیت من 10 تا 20 تا اثر داره، 10 تاش تو دنیاست، 10 تاش تو آخرت. اون آخرتشو من نمیگم، ولی 10 تای دنیاشو براتون میشمارم، شما خودتونو محک بزنید. اگر کسی محب اهل بیته، فرمود اینا نشانه هاشه. دقت کنید، از زهد، یکیش زاهده، یعنی وابسته به دنیا نیست. دو، الهرس علل عمل، هرس بر عمل داره، نماز بیشتر بخونه، روزه بیشتر بگیره، صدقه، هی هرس داره عمل بیشتری انجام بده. سه، الورع فی الدین، تقوا داره، گناه کنار میذاره. چهار، الرغبت فی العباده، به عبادت رغبت داره، نباید با مکافات برای نماز صبح بیدارش کنی، جونشو میگیره مثل که میخواد نماز بخونه، نه، هی نگاه میکنه کی اول وقته، کی موقع نمازه، رغبت به عبادت داره. پنج رو مونده سر حساب سالش، میره خمسشو میده، نه یه ماه گذشته هنوز نرفته، رغبت داره، سرعت داره. بعدی، صفت بعدی یعنی پنجم، التوبه قبل الموت، مرتب توبه میکنه قبل از مرگش. این قبل الموت نه اینکه آدم ببینه کی میمیره، نه، هر شب توبه میکنه، استغفار میکنه، ما شاید امشب از دنیا رفت، از خواب بر نخواست، چقدر حوادث، آدم نمیدونه واقعا چه اتفاقاتی براش میفته، لذا هر شب توبه کنه. النشاط فی قیام اللیل، شادی و نشاط به نماز شب دارن. والیأس مما فی عید الناس، چشمشون دنبال مال مردم نیست، اینا پیروان اهل بیتن. والحفظ لامر الله، اوامر خدا رو انجام میدن. بعد فرمودن و تقیه، تقیه یعنی اعتقاداتشون رو حفظ میکنن. درسته ما یه اعتقاداتی داریم، اعتقادات ما مسلمه، محکمه، اما همه حرف و همه جا نمیشه زد، یه وقت ممکنه یه حرفی، یه حرکتی، یه جشنی، یه ایدی، یه برخوردی، فیلمش، تصویرش، عکسش موجب بشه شیعه لطمه ببینه، ضربه بزنه. تقیه میکنن، یعنی عقاید خودشون رو همه رو اظهار نمیکنن. و بعد بغض دنیا، نسبت به دنیا بغض دارن. این روایت در واقع شاخصه های محبین اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکنه. این بحث امشب من که حالا به همین میزان اکتفا کنم. پس خلاصه بحث ما این شد، آقایان، خواهران، محبت اهل بیت آثار زیادی تو زندگی انسان داره، منتها سه درجه است، محبت بیرونی نه درونی، محبت درونی نه بیرونی. بعضیا به زبان محبن، به قلب نیستن، خوب شعار میده، خوب سینه میزنه، خوب فریاد میزنه، اما درونش نیست. بعضیا به درون هست اما در دفاع نیست. سومین دسته که بالاترین محبت، فسر و علانیه، نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف،
و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، این محبت باید اینطور باشه، محبت حقیقی باشه. چرا ما گفتن شما صدقه میدید یاد امام زمان، دعا کنید برای امام زمان، زیارت میکنید به نیابت از امام زمان؟ اینا همش برای اینه که این زیاد امام زمان. ببینید آقایان خواهران، ائمه ما خیلی نگران دوران غیبت بودن، چون خودشون میدونستن طول میکشه. خود امام زمان در اون نامه‌ای که به آخرین نایب خودش نوشت، علی ابن محمد سمری، فرمود علی ابن محمد دیگه بعد از تو من نایب خاص ندارم. هیچ کس نایب خاص امام زمان نیست. آقا 4 نایب خاص داشتن، با مرگ این 4 نیابت خاص تموم شده. غیبت صغرا بود. در دوران غیبت کبرا که بیش از 1100 ساله، علما نایب عامن. نایب عام فرقش اینه که مستقیم منصوب نیست، نایب خاص منصوبه، مثل مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل نایب خاصه، شخصا امام حسین اشنو منصوب کرد. اما یه وقت به صورت کلی امام میفرماید به علما مراجعه کنید، اینا میشن نواب عام. نواب عام یعنی فراگیر، نه نایب خاص به نام، به صورت نام ویژه. بعد تو اون نامه امام زمان به علی ابن محمد سمری نوشتن غیبت من طول میکشه، طولانی میشه، بعضیا قساوت پیدا میکنن، دست بر میدارن. افراد باید ثابت باشن، استوار باشن. اینه که گفتن دوره آخر الزمان این دعا رو زیاد بخونید، دعای غریق، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک، یا این دعایی که قبل از دعای جوشن تو مفاتیح اومده، رضیت و بالله ربا، اولش از رضیت، اینم گفتن زیاد بخوانید. این دعاها موجب میشه اعتقاد، یا این دعای اللهم عرفنی نفسک، این دعای اللهم عرفنی هم تو مفاتیح. یکی از این دعاها رو انسان تمرین کنه، مثل همین یا الله و یا رحمان که خب ساده تره، مرتب بخوانه، برای اینه که اعتقادات انسان حفظ بشه و ثابت بمانه. خدایا به آبروی امام زمان محبتش رو به هممون عنایت بفرما، ما رو جزو انصار و یاران واقعیش قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای ولی عصر رو با هم بخوانیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. خدایا به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، حوائج این جمع برآورده به خیر بگردان، به مقربان درگاهت، بیماران این جمع، جانبازان شفا عنایت بفرما، رهبر عظیم و شأن انقلاب سلامت، عزت، نفوذ کلام نصیب بگردان، اموات و گذشتگان، امام عزیز، شهدا روحشون از این جلسه، شهدای مدافع حرم روحشون از این جلسه بهره مند بگردان.